ما تو دبیرستان چه رشتمون انسانی بود، چه تجربی، چه ریاضی، هممون یه تاریخ خوندیم، قبلتر هم با تاریخ آشنا بودیم، ولی احتمالاً خیلی ها تصورشون خیلی کامل نباشه از اینکه تاریخ تو دانشگاه به چه شکله. و ما اومدیم امروز به همین داستان بپردازیم. در خدمت دبیر انجمن علمی تاریخ دانشگاه تهران هستیم تا ببینیم که تو این رشته چه خبره و قراره چه اتفاقی بیفته. میخوای خودتون معرفی کنید بعد بریم سراغ سوالام. سلام، دانشجوی ترم 5 تاریخ دانشگاه تهران در خدمتتون. کلاً آدم قبل از اینکه وارد هر کاری بشه یه تصوری داره پس از ذهنش، حالا بر اساس دیتاهایی که گرفته یا هر چیزی، ولی وقتی خودش وارد اون کار میشه ممکنه اونا حالا تغییر کنن به واسطه اینکه اون کارا رو لمس میکنه و چیزای دیگه. این برای شما راجع به رشته تاریخ چطوری بوده؟ تاریخ کلاً تو دبیرستان خب درس خیلی دوست داشتنی نیست معمولاً، ولی من از همون دبیرستان خب تاریخو دوست داشتم، ولی خب قاعدتاً تحت تاثیر یه سری حرفای بودم که در مورد تاریخ می‌زدن. مثلا میگفتن که تاریخ هم داستانه، تاریخو فاتحه ها می‌نویسن، یا اینکه تاریخو خودت تو خونه بشین بخون برش می‌خوای بری دانشگاه. ولی از وقتی که وارد دانشگاه شدم از همون اولین کلاس‌ها متوجه شدم که نه، قرار نیست توی کلاس‌های تاریخ به ما داستان بگن. ما توی کلاس‌ها چیزای مهمی که یاد می‌گیریم میتونم بگم بیشترش روی بحث منابع هست. ما یاد میگیریم که منابع که باهاشون سر و کار داریم چیا هستن. بعضی از دانشجوی تاریخ انتظار دارن که مثلا وقتی میگن فلان پادشاه چه سالی سر تخت نشست، اون بتونه جواب بده. خب من ممکنه جواب این سوالو بدونم و ممکنه ندونم. این تصور اشتباهیه که دانشجوی تاریخ همه این اطلاعات رو دسته‌بندی شده توی ذهنش به صورت توتیوار حفظ کرده و داره. اما چیزی که من باید بتونم در مورد این سوال پاسخ بدم اینه که ما اطلاعات معتبر مربوط به این سوال رو از چه منبعی میتونیم پیدا کنیم. ما در واقع یاد میگیریم که منابعمون چیا هستن و اینکه ما چطور باید با منابع رفتار کنیم. در مورد سوالی که میگن تاریخ رو توی خونه بشین بخون و چرا باید بری دانشگاه، دقیقاً تفاوتش به نظرم همینجاست که دانشجوی تاریخ میدونه که چطور باید با اون منابع رفتار کنه. شما ممکنه یک کتاب تاریخی رو 10 بار بخونید. در مورد فلسفه هم همینو میگم. یا شما اگه تمام عمرتون هم کتاب فلسفی بخونید فیلسوف نمیشید، یا اگه کتاب تاریخ بخونید تاریخ نگار نمیشید. همونطوری که شما اگه تا آخر زندگیتون فیلم ببینید کارگردان نمیشید. و این شیوه برخورد با متن که مهمه. ممکنه یک کسی که تاریخ میخونه از 2 خط یه منبع اطلاعاتی رو در بیاره که کسی که تاریخ نمیخونه از 10 صفحه اون اطلاعاتو در نیاره. مثلا بعدی بحث اعتبار منابع هست. ما یاد میگیریم که هر منبع چقدر اعتبار داره. ممکنه یه روایتی توی این منبع یه جور اومده باشه و دقیقاً توی منبع دیگه یه چیزی اومده باشه که خلافمون باشه. ما باید به کدوم از این دوتا اعتماد کنیم؟ اینجا پای استدلال وسط میاد. این برخلاف چیزی که فکر میکنن دانشجوی تاریخ فقط میخونه و حفظ میکنه، نه، ما باید استدلال بیاریم و هر استدلالی که برتر باشه و بر پایه شواهد و اسناد محکم تری باشه به عنوان حقیقت قبول میشه، ولی باز هم قطعی نیست تا وقتی که یه استدلال بهتر بیاد و اون رو رد کنه. میشه گفت کلا توی منابع تاریخی ما پرونده هیچ اتفاقی رو نمیبندیم و همه چیز دروغه مگر اینکه خلافش ثابت بشه. من تا قبل از دانشگاه فکر میکردم که قراره کتابای خیلی زیادی رو بخونم و حفظ کنم و فکر میکردم سختی رشته تاریخ همینجاست. و خودم رو براش آماده کرده بودم. گفتم اوکی، یه عالمه کتاب قراره بخونم، قراره حفظ کنم، اشکالی نداره، علاقه دارم، باهاش کنار میام. ولی وقتی وارد این رشته شدم دیدم که کلاسم تموم شده و توی کتابخونه نشستم و دارم کتابی رو میخونم که حتی منبع امتحانم نیست. یعنی اون قسمتی که فکر میکردم کار سخت این رشته باشه تبدیل شده بود به کاری که داشتم داوطلبانه انجامش میدادم و لذت میبردم ازش. اما سختی تاریخ کجاست؟ سختی تاریخ اونجاست که نمیشه به هیچ چیزی اعتماد کرد و باید تلاش کنی که حقیقت رو بکشی بیرون بدون اینکه تحت پیش‌فرض‌های ذهنی قرار بگیری و بدون اینکه بخوای اونو وارونه نشون بدی. و تاریخ رو واقعا نباید حفظ کرد. به قول یکی از استادامون تاریخ رو باید حس کرد و این شعار نیست. واقعا منظور از اینکه تاریخ رو باید حس کرد اینه که ما وقتی منبع تاریخی رو میخونیم باید بریم پس ذهن اون نویسنده و ببینیم که وقتی اون داره اون متن رو می‌نویسه چطور داره فکر می‌کنه، فارغ از اینکه حالا اون متنش درسته یا غلط. اینکه شیوه تفکر اون نویسنده چطور بوده و ما نباید اون موضوع تاریخی رو بیاریم به دوره خودمون و حالا شروع کنیم بررسیش کنیم. تاریخ علمی نیست که بتونیم از بیرون چیزی رو بررسی کنیم. ما درون تاریخ قرار داریم و اگه بخوایم چیزی رو مطالعه کنیم ما باید بریم به اون دوره، نه که اون رو بیاریم به دوره خودمون. و باید حواسمون خیلی جمع باشه که قضاوت اشتباهی نکنیم. کسی که تاریخ میخونه مثل قاضیه، ولی قاضیه کسایی که سالهاست مردن و نمیتونن از خودشون دفاع کنه. و باید اسناد و مدارک محکمی داشته باشیم اگه بخوایم قضاوتی کنیم. این ممکنه مسئولیت خیلی بزرگی برای کسی که تاریخ رو مینویسه داشته باشه و باید حواسش باشه که قضاوتش طبق اسناد و مدارک باشه. یه چیز دیگه هم که یکی از استادمون میگفت این بود که کسی که
کار تاریخ انجام میده، ممکنه سر قضاوت‌های اشتباهش دنیا و آخرتش رو از دست بده یا ممکنه که یه دنیای جدید پیدا کنه. خودتون در واقع چی شد که اومدین تاریخ و حالا خانواده مخالفتی نکردن؟ من میشه گفت همون کلاس دهم تاریخ رو دوست داشتم، ولی هیچ وقت من رشته بهش فکر نمی‌کردم. این تایزن اینطوری بود که اوکی اینم هست، دوستش دارم، ولی نه قطعا قرار نیست اینو بخونم. چون که خب تایزن همون هست که خب تاریخم شد رشته ایست درست و حسابی بخون، حالا تاریخو کنارش هم می‌خونم. هر چی رفت جلوتر علاقم بیشتر شد، ولی خب این درچسب تاریخ دانشگاه تهران پشت میز کنکور من بود همیشه. و وقتی که واقعا دیگه کنکور رو دادم و رتبه هم اومد، من رتبه 170 منطقه 1 شده بودم. خانواده مخالفتی نداشتن، ولی مدرسه خیلی منو تحت فشار گذاشت. به من گفتن که حق نداری تاریخ بخونی، کاملا جدی گفتن نمیتونی تاریخ بخونی. حالا فکر اسم مدرسه خودشون بودن یا هر چی، من اون دوره خیلی اذیت شدم. اما هرچی اونا بیشتر گفتن، شاید خودم 100% مطمئن نبودم، هرچی اونا بیشتر گفتن که نرو تاریخ، من گفتم من میخوام برم تاریخ، همین رو فقط میخوام بخونم. همیشه بین درس ها وقتی کتابو کنار هم دیگه میچیدم، همه درس ها برام کتاب بودن، ولی تاریخو یه جور دیگه دوست داشتم. با اینکه کتابای دبیرستان واقعا به نظرم معیار خوبی نیست برای اینکه آدم بتونه در رشته تاریخ قضاوت کنه، ولی کلا همیشه حسم به تاریخ یه جور دیگه بود، یه جذابیت دیگه ای برام داشت. حالا تو این 4 سال کارشناسی بچه‌ها چه درسایی میخونن؟ حالا هم دروس پایه هم دروس تخصصی تاریخ. درسای پایه رشته تاریخ، مبانی تاریخ، مبانی جغرافیا، مبانی جامعه شناسی، مبانی علم سیاست، روش تحقیق، فلسفه تاریخ، گاه شماری و تقویم. یه سری درس هم هست با تحت عنوان قرائت متون تاریخی به زبان‌های مختلف، فارسی، عربی و انگلیسی. دروس تخصصی رو هم میشه کلا به 3 قسمت تقسیم کرد: تاریخ ایران، تاریخ اسلام و تاریخ اروپا. تاریخ ایران رو به صورت ترمی میشه دسته‌بندی کرد. ترم 1 و 2 بیشتر درسای مربوط به ایران باستانه، از ایلامی‌ها شروع میشه، هخامنشیان، سلوکیان، اشکانیان و ساسانیان. ترم 3 و 4 بیشتر درسای دوره میانه رو میخونیم، دوره سامانیان و طاهریان تا دوره سلجوقیان. ترم آخرم بیشتر به تاریخ معاصر پرداخته میشه، از صفویان تا آخر انقلاب اسلامی. تاریخ اروپا رو ما از یونان و روم میخونیم، تاریخ بیزانس، تاریخ قرون وسطا، قرون جدید، انقلاب فرانسه تا جنگ جهانی اول و جنگ جهانی اول تا کل. در مورد تاریخ اسلام هم از تولد پیامبر دیگه شروع میشه تا سال 41، سال 41 تا 227، 227 تا سقوط بغداد و ادامه داره تا قرن 10 هجری. بین همه این دروس خودتون بیشتر با کدوم حال میکنین؟ حالتون باش بهتر؟ درسی که خودم بیشتر دوست داشتم، یکیش فلسفه تاریخ بود، خیلی مباحثش برام جذاب بود. یه دونه دیگه درس گاه شماری و تقویم بود که ما یاد می‌گرفتیم که اصلا زمان چی هست، تقویم‌های مختلف از دوره باستان تا الان. خیلی درس جذاب و کاربردی بود براتم. و خب درس‌های تخصصی دیگه بستگی داره، هر کسی از دانشجوی تاریخ دلباخته یه دوره‌ای هست. سرحال منم حالا طبق علاقه شخصی خودم درس تاریخ عرفان و تصوف رو خیلی دوست داشتم و درس تاریخ مغولان تا ایران. دانشگاه تو این رشته چقدر مهمه؟ حالا اینکه شما دانشگاه تهران بخونید یا بهشتی یا آزاد بخونید، چقدر تو این رشته تاثیر داره؟ خب در حالت کلی من فکر می‌کنم که توی حالا مخصوصا رشته ما دانشگاه لازم هست اما کافی نیست و از هیچ کلاسی نباید انتظار داشته باشیم که مثلا اگه درس تاریخ ادیان ایران باستانه اونا رو به صورت تمام و کمال به ما یاد بدن. و خب تایش اگه بخوایم چیزی رو واقعا یاد بگیریم خودمون باید بریم دنبالش. اما در مورد اینکه دانشگاه چه فرقی با هم دیگه دارن، من خب در مورد دانشگاه دیگه نمیتونم خیلی اظهار نظر کنم، اما خوبی های دانشگاه تهران از نظر من یکی کتابخونه هاشه که بزرگترین کتابخونه ها رو دانشگاه تهران داره و خب برای دانشجوی تاریخ ابزار مورد نیازشون کتاب هست. و مسئله بعدی جو هر دانشگاه است که خب دانشجوها این جو رو میسازن و دانشگاه‌هایی مثل دانشگاه تهران کسایی اونجا هستن که رتبه پایین‌تری دارن، دغدغه‌های جدی‌تری دارن و باعث میشه محیط پویاتر باشه که به نظرم اینا راهو برای دانشجو میتونه هموارتر. دانشگاه ازتون چقدر وقت میگیره؟ حالا یکی بخواد بره یه کلاس شرکت کنه یا در کنارش کار کنه، این امکانو داره یا نه؟ برای رشته ما به جز تایم کلاس‌ها تو ترم معمولاً درگیر هستیم، درگیر تحقیق کردن و گزارش نوشتن و بعضی از کلاس ها از همون میخوان که مقاله ترجمه کنیم. توی طول ترم معمولا درگیری هایی هست، اما اینطوری نیستش که بگم وقت کامل پره و خب برای کار دیگه وقت نیست. بازم بستگی به این داره که هر کسی دانشگاه رو چطوری میبینه. خب بعضی ها میان که سر کلاس ها باشن و نمرشون رو بگیرن و برن، بعضی هم هستن که بعد از کلاس ها مستقیم میرن کتاب خونه. تقریبا تو کل ترم نمیتونن به کار دیگه به جز رشتهشون بپرزن، حتی اوقات فراغتشون هم ترجیح میدن سریال های تاریخی ببینن. بستگی به آدمش داره، اگه کسی بخواد کار کنه به نظر من میتونه کنار رشته تاریخ کارش رو هم داشته باشه. خب حالا اول ویدیو گفتین که رتبتون 170 شدهش و اومدین تاریخ، بقیه بچه‌ها رتبه‌شون چه جوریه؟ و بچه‌ها الان ممکنه فکر کنن که کسایی که میان تاریخ رتبه‌شون همه سر رقمیه. کلا چی میگن، به حد بالا بخوایم بگیریم ماکسیمم تا چه سقفی بچه‌ها رتبه‌شون هست؟
خب ما تو ورودی خودمون یه رسوی دو رقمی داشتیم، دو تا سه رقمی داشتیم. بقیه بچه ها از منطقه یک تا جایی که خبر دارم زیر 2000 بودن، منطقه دو زیر 5000 بودن، منطقه سه رو خیلی خبر ندارم. بعد یه موضوعی که خیلی داغ و بر بچه ها مهمه، حالا متاسفانه یا خوشبختانه، اپلای این رشته چطوره؟ برای اپلای کردن فکر میکنم رشته علوم انسانی متقاضی کمتری دارن، اما اینطوری نیستش که مانع خیلی جدی باشه و بگیم بچه های علوم انسانی نمیتونن. فکر میکنم صرفا بچه های علوم پایه و مهندسی بیشتر خودشون رغبت دارن برای اپلای کردن. و برای رشته تاریخ هم مثل بقیه رشته های علوم انسانی، اگه معدل بالا داشته باشن، رزومه خوب داشته باشن، میتونن اپلای کنن. یه موردی که حالا شاید فقط مخصوص تاریخ باشه و امتیاز محسوب بشه برای اپلای کردن، تسلط به زبون هاست. زبون هایی که برای پژوهششون نیاز دارن، مثلا اگه کسی داره تاریخ ایران ساسانی کار میکنه، اگه به زبان سوریانی و پهلوی تسلط داشته باشه، خب امتیاز بزرگیه براش. و کلا مقاله های تاریخشون بیشتر به زبان های فرانسوی و آلمانی نوشته میشن، تسلط به این دو تا زبون هم میتونه امتیاز بزرگی باشه. بریم سراغ آینده شغلی این رشته. چیزی که حال تصور من و عامه مردم هستش اینه که خب یکی از کارهایی که میشه کرد اینه که شما برید استاد بشید، یعنی تا دکترا بخونید و هیئت علمی برید و استاد بشید. جز این و حال در کنار این چه مسیرهای دیگه ای داره برای آینده شغلی رشته تاریخ؟ خب رشته تاریخ مثل خیلی از رشته های دیگه نیست که مدرکو که گرفتی بگن خب بفرمایید شغل شما، مثلا درآمد مشخص داشته باشه، اینطوری نیست واقعا. اما من فکر میکنم که اگر کسی واقعا علاقه داشته باشه و کلا تو هر رشته اگه واقعا درس بخونه بیکار نمیمونه، تصور من اینه. و خب خیلی ها اصلا تو همین دوره دانشجویشون دارن کار میکنن. بعضی از وزارت خونه ها کسی که تاریخ خوندن جذب میکنن، مثل وزارت امور خارجه، وزارت علوم، وزارت فرهنگ و ارشاد. به جز اون جای دیگه که میشه کار کرد، مرکز اسناد هست، سازمان موزه هاست و حتی بعضی وارد کار تور لیدری میشن، اونم شغل جذابیه که دانشجو تاریخ میتونه داشته باشه. و خب راه تدریس هم که همیشه به روی رشته علوم انسانی بازه و میتونن کار انجام بدن. اما خب بیشتر فکر میکنم بچه های تاریخ دنبال کارهای پژوهشی برن، نه خب دنبال تألیف کتاب باشن و اینکه کار پژوهشی انجام بدن. سوالی که من دارم، خب تاریخ شاید اسم ما رو یاد گذشته میندازه، ولی آیا تاریخ تو زمان حال کاربردی نداره؟ یعنی ما بخوایم مثلا این سری، چون میدونیم که جمله هستش میگن که تاریخ تکرار میشه به نوعی، توی وقایای مثلا اخیر و اینا تو سیاست یا هر چیزی تاریخ به کار ما نمیاد. خب یه جمله هایی در مورد تاریخ گفته میشه که فکر میکنم یه ذره در موردشون اغراق شده، مثلا میگن تاریخ آینه عبرته و خب هر کسی که تاریخ بخونه ازش درس میگیره. به نظرم لزوما اینطوری نیست و درس گرفتن از تاریخ خیلی حساس‌تر و پیچیده‌تر از چیزی که فکر میکنیم و ممکنه کسی بیاد با یه ایده سراغ تاریخ بره و نتیجه کاملا اشتباهی بگیره. و به قول معروف زندگی شطرنج نیست که قواعد مشخصی داشته باشه و ما بریم اون قواعد حالا از تاریخ برداریم و بیایم رو زندگی الانمون اعمال کنیم. زندگی بیشتر مثل تخت نرده که یه بخشی ازش شانسه و ما شاید نتونیم به طور کامل درس‌هایی که از تاریخ می‌گیریم رو بخوایم رو زندگی الانمون اعمال کنیم. به نظرم تاریخ تو بعد شخص خیلی میتونه مفید باشه برای هر کسی، چون کسی که تاریخ رو بشناسه خودش رو میتونه بشناسه، ولی تو جنبه جمعیش شاید فایده هایی داشته باشه و ضرر هایی هم داشته باشه و باید خیلی با احتیاط سراغ باشیم. این رشته رو به چه کسایی پیشنهاد میکنین و به چه کسایی پیشنهاد نمیکنین با توجه به روحیاتی که دارن، علایقی که دارن و اهدافی که دارن؟ اول میگم این رشته رو به چه کسایی پیشنهاد نمیکنم. من به کسایی پیشنهاد نمیکنم که اول از همه علاقهشو ندارن، چون دیدم کسی رو که بدون علاقه اومده سمت تاریخ، صرفا میخواسته دفترش انتخاب رشتهشو پر کنه و الان واقعا داره عذاب میکشه، چون حجم مطالب بالاست و برای کسی که علاقه نداشته باشه واقعا میتونه سخت باشه. و به کسایی پیشنهاد نمیکنم که صرفا دنبال کسب درآمد از رشتهشون هستن. و به کسایی که حرف دیگران درشون مهمه، چون حقیقتش قراره خیلی حرف بشنوید از بقیه. یعنی من یادم وقتی قبول شده بودم بهم میگفتن خب حالا چیز خاصی هم قبول نشد، یا میگفتن که بیکاری رفتی تاریخ بخونید، یا یه بار توی کتابخونه دوستمو دیدم رشتهش فنی بود، اومد از من پرسید چه خبر چیکار می‌کنی، گفتم دارم مقاله ترجمه می‌کنم، کاملا جدی برگشت من گفت مگه تاریخ مقاله داره؟ اینقدر ما رو جدی نمیگیرن. و خب برای کسی که حرف دیگران در موردش مهمه میتونه رشته سختی باشه. این به جز سخت تحمل سختی های رشتهمون، ما باید حرف بقیه رو هم تحمل کنیم که خب بکی داری چی کار میکنی. و این رشته رو به کسایی پیشنهاد میکنم که دنبال پیدا کردن حقیقتن. یه دیالوگی فیلم اینتو دی وایلد داشت، میگفت به جای عشق، پول، ایمان، شهرت و زیبایی به من حقیقت رو بده. به کسایی پیشنهاد میکنم که دوست دارن اون حقیقت رو پیدا کنن و میدونن یه حقیقتی اون بیرون هست و آمادگیشو دارن که وقتی که به اون حقیقت رسیدن کتمانش نکنن و نذارن پیش‌فرض‌های ذهنیشون رو اون تاثیر بذاره. در نهایت از انتخابتون راضی هستین؟
و یه حرف آخری با بچه ها داریم که بخواین بزنیم؟ و در نهایت بچه هایی که هنوز انتخاب رشته نکردن، دوست دارم بگم که اگه تا حدی علاقهشون رو پیدا کردن، برن دنبال علاقهشون و به حرف دیگران توجه نکنن و شجاع باشن و برن دنبال رشته که فکر میکنن برای ساخته شده. خیلی ممنون از وقتی گذاشتین و کمکی که به بچه ها کردین که بتونن انتخاب درستی داشته باشن و با دیدن این ویدیو آگاه بشن و آگاهانه تصمیم بگیرن و حالا بخوان تصمیم بگیرن که به این رشته بیان یا نه. خیلی ممنون بازم از وقتی گذاشتین. خداحافظ بچه‌ها.